سلام به همه مخاطبان خوب برنامه. خیلی خوشحالم که پنجشنبه دیگه از راه رسید و من مهدی موسوی از برنامه بامداد از کانال وان در کنار شما هستم. اگر الان دارید برنامه رو میبینید یعنی خیلی برنامهتون دوست دارید. اون ور داره فوتبال ایران و ازبکستان پخش میشه، میدونم خیلی ها فوتبالی هستن، دوست دارن فوتبال ببینن. این ور اخبار جنگ هر لحظه داره اتفاقات مهمی میفته و منم مثل شما اخبار رو دنبال میکنم و نگران آینده کشورم هستم و این کارهای جمهوری اسلامی که فکر میکنم تنها ضررش، تنها آسیبش به ایران عزیزمونه. اما میخوایم از شعر و ادبیات حرف بزنیم، از هنر حرف بزنیم. صحبت من که تموم بشه 4 تا موزیک خیلی عالی هم که پخش بشه، بعدش قرار شما زنگ بزنید به برنامه خودتون با همین شماره واتساپی که در زیر تصویر من درج شده. در واتساپ، فقط و فقط واتساپ زنگ بزنید و شعرهاتون رو به صورت زنده در برنامه خودتون بخونید. اگر هم که الان موقعیت شد ندارید، هر مشکل دیگه ای دارید، در طول هفته شعرتون رو ضبط کنید به صورت وایس یا فایل صوتی به همین شماره توی واتساپ، فقط و فقط واتساپ بفرستید. ما مطمئن باشید در ماه آینده مثلا هفته های بعد پخش خواهیم کرد. خب افتخاریه که من در کنار شما هستم، دوستتون دارم. اما امروز میخوایم راجع به یک شاعر خاص صحبت کنیم. ببینید الان که وسط جنگ ایران و اسرائیل و تقریبا ایران و همه دنیا جنگ داره دیگه هستش، ما میخوایم از دوستی کشورها صحبت کنیم، از دوستی مذاهب صحبت کنیم، از اینکه اتفاقا مردم اسرائیل، اتفاقا یهودیا بسیار ایران و مردم ایران رو دوست دارن. یکی از نمونه های ایران دوستی یک شاعر یهودی ایرانیه، یه شاعر یهودی ایرانی که نه الان که حالا بالاخره بحث سیاست داغه و اینجور دوستی ها ممکنه منافعی داشته باشه، بلکه همزمان با حافظ، یعنی حدود 6 قرن پیش این شاعر شعر میگفته، در ایران هم شعر میگفته، به زبان زیبای فارسی هم شعر میگفته و شعرهای زیبایی هم گفته. ما درباره شاهین شیرازی صحبت میکنیم، شاعری که در قرن 8 چندین کتاب نوشته، کتابهایی که بخشی از اونها رو مقایسه میکنند برای یهودیا با فردوسی برای ایرانیان، یعنی بسیاری از کتابهای مذهبی، تفسیرهای مذهبی رو به صورت نظم درآورده، بسیاری از داستانهای ایران باستان رو در مورد گذشتگان، در مورد تاریخ که به یهودیان مرتبط بوده رو به صورت نظم درآورده و همه اینها به زبان فارسی. شاهین شیرازی به خاطر لقبش که شیرازی بوده، خیلی ها اون رو متعلق به استان فارس و شیراز میدونن، اما بحث ها بسیار متفاوته و خیلی ها حتی میگن که اون مربوط به خراسان بزرگ بوده، در مرو زندگی میکرده، در شهرهای دیگه زندگی میکرده، بحث و جدل فراونه. اما فراتر از همه اینها یه پیام داره. مردم گذشته از دین، آیین، فرقه، قوم، قبیله، همه با هم دوست بودن. اگر اون شاهان و نمیدونم رهبران و اگر نمیدونم اون آدم های متعصب مذهبی و ناسیونالیست که نمیپسندن این تکثر رو، این زیبایی رو، اگر اونها نباشند، ما با هم کنار میایم و با زبون شعر و ادبیات با هم صحبت میکنیم. خب شعر شاهین شیرازی در اینترنت موجوده، میتونید دسترسی داشته باشید. چون شعرهاش هم بیشتر حالت روایی داره، سخت بود که من بیام تو برنامه بخوام بخشیش رو بخونم. اما سپیده رئیس استادات نازنین یک در واقع این شعر رو یک اجرای بلندی داره، حدود 30 دقیقه که موجوده، میتونید بهش دسترسی داشته باشید. توی آمریکا هم اجرا کرده یکی از شعرهای زیبا، همون شعر شاهین نامه رو. با هم یه 5 دقیقه ایشو گوش میدیم، هم از شعر شاهین لذت میبریم، هم از اجرای زیبای سپیده رئیس و سادات و هم موسیقی و اجرای ارکسترا. سخن
زبان گشادم. بر نام کریم و قادر پاک شونده بنام نهادم هر نام احد زبان گشادم هر نام کریم و قادر پاک شونده عرش و لوح و افلاک خلاق بود و نبود دوران دانای روم تخته پا دانای روم تخته پا شب دل عاشقان خار خیزد خندان شود ولی بریزد در باغ فنا گلی مرسی از شما که دیدید و مرسی از اتاق فرمان که این موزیک های زیبا رو برای ما پخش میکنه.
بریم سراغ کارهایی که به ما رسیده در طول این هفته و سه تا کار بسیار زیبا رو برای شما انتخاب کنیم. ببخشید یکی دو تا از دوستان تو همین مدت که داشت این موزیک پخش میشد تماس گرفته بودن و میخواستن شعر بخونن. دوستان یکم صبر کنید، حدودا 10 دقیقه دیگه میتونید تماس بگیرید و در برنامه خودتون به صورت زنده شعر بخونید. یه صبوری بکنید این سه تا موزیک تموم بشه، ممنون میشم. کار عشق رو میشنویم، کار عشق با صدای میثاق کریمی نازنین و ترانه ای از عباس اصغرپور. واقعا شنیدن داره، زیباست، با هم گوش میکنیم. میگن عطر جدایی میاره، من چی بگم که هست همه جا عطرت با روی تموم زندگیم، روی لباسام، رو لبام. دلم از وقتی رفتی دیگه نیست، تنهام گذاشته دیگه رفته بی صدا، بی حوصله غریب و تخ گوشه ی دنج کافران. ای پشت هم سیگار شب و من بیدار. پرده با باد میرفت و غمناک میرخسید، با هم تو انجماد راهی که رفتی می‌درزید. من یه جنگل متروکم، به تبر شاخه هامو داری، با سایه ها میخوابم و تو مثل باد همیشه آزادی. عشق باشی گم چشم تو پیدا شد، بعد تو یاس ها خشکیدن و باغچه بدون تو پاییز و تنها شد. ابره توی حسرت بارونه، بالای سرم هر شب آواز سکوت میخونه. بعد تو بود که مردش تصویر پنجره خونه، یاس خوش تو دستامه، شاید یه روز بزنه جبونه. عشق باشی گم بود که تو چشم تو پیدا شد، بعد تو یاس ها خشکیدن و باغچه بدون تو پاییز و تنها شد. عشق باشی گم بود که تو چشم تو پیدا شد، بعد تو یاس ها خشکیدن و باغچه بدون تو پاییز و تنها شد. عشق رو شنیدیم با صدای میثاق کریمی نازنین و ترانه زیبایی از عباس اصغرپور. قبل از اینکه موزیک شروع بشه دمویی هم از برنامه های آینده دیدیم، حالا دیگه آماده شدید، دیگه احتمال خبر دارید. موزیک بعدی یه اجرای زیبا از قاسم غفاریان نازنینه که همیشه به برنامه خودش لطف داشته.
مرسی، مرسی از قاسم غفاریان نازنین و اجراهای واقعا زیباش و میگم یاد خانم حمیره عزیزم گرامی هر جا هستن سلامت باشن. این آهنگم تقدیم همه اونایی که با این آهنگ زیبا خاطره دارن. شما میتونید هر کجای جهان که هستید اگر ترانه‌ای دارید، موزیکی دارید، ویدئویی دارید که مناسب پخش در برنامه بام داده برای من ارسال کنید. کافیه بذارید تو یوتیوب لینکش رو برای من بفرستید یا نه تو وی ترانسفر لود کنید لینکش رو بفرستید، هر جوری به دست من برسونید من پخش میکنم. این برنامه مخصوص صداهایی که شنیده نمیشن، مخصوص آدمهایی که تریبونهای میلیاردی و میلیونی ندارن و ولی هنرشون ارزشمنده، هنرشون باید دیده بشه و شنیده بشه. خب بریم آخرین کار رو، آخرین موزیک امروز رو بشنویم، بعدش بدون هیچ مکسی تلفن‌های شما رو وصل می‌کنم و شعرهای زیبای شما رو می‌شنویم و لذت می‌بریم با همکار امیر بختیار نازنین رو بشنویم. میگن عطر جدایی میاره، من چی بگم که هست همه جا عطرت با روی تمام زندگی، روی لباسام، روی لبام. دلم از وقتی رفتی دیگه نیست، من هم گذشته دیگه رفته بی صدا، بی حسل غریب و تخ گوشه ی دنج کافران. ای پشت هم سیگار شبا من بیدار، اکسای دوتاییمون جامونده رو دیوار. ای پشت هم سیگار شبا من بیدار، اکسای دوتاییمون جامونده رو دیوار. گریه برای چندمین بار. مرسی از جناب بختیار عزیز و لطفی که برنامه خودش داره. امیدوارم که مخاطبان کاراشون رو کامل گوش بدن، لذت ببرن و ما هم بالاخره رسانه‌ای هستیم که در خدمت شما هستیم. خب بریم تا اولین تماس برقرار بشه شعری از اوسیان عزیز رو بشنویم، یکی از شاعران خوبی که همیشه به برنامه خودش لطف داره. می چسبمت از روی و از زیرت، هر تکه من در قفل و زنجیریست، زندانیم در بند چشمانت، این عاشقانه ای اساطیریست. آمیختم با سینه‌ات در خاک، آرام در آغوشت افتادم. ترشی شبیه پیکر ریواس، شیرین بمان حالا که فرهادم. معشوقی و بر وزن معبودی، در هر نمازم کردم احساست. زیباترین تانگوی این شهر است، رقص شکوفه های گیلاست. داغی رقیب سخت خورشیدی، خیس عرق کردی وجودم را. اندام تو نیلوفر آبیست، پاشیدمت رنگ کبودم را. طغیان دریایی در آغوشم، در موج مویت غرق خواهم شد. آهسته طغیانت فروکش کرد، گلهای روز پژمرد و در هم شد. خیره شدن بر خط لبخندت، راه فرار از مشکلاتم بود. ای لال رخ جانم آتش دارم، بوسیدنت آب حیاتم بود. دیوانه تر مجنون روانیتم، بغضیده ای با گونه ای قرمز. بر سینه ام آسود خوابیدی، گفتی فراموشم مکن هرگز.
مرسی از اسیان عزیز که برنامه خوش همیشه مورد لطف قرار میده. حالا تا تماس بعدی برقرار بشه من چند تا نکته راجع به کار اسیان بگم. اولا در مورد اسیان بگم که اون دوستانی که برنامه ما تو این چند سال مهمان برنامه ما بودن، مخاطب بودن، تو میزبان بودن، در واقع کار اسیان رو یادشونه. اسیان زمانی که شروع کرده بود کاراش خیلی واقعا مبتدی ساده بود و قدم به قدم پیشرفت کرد. یعنی من هفته به هفته، ماه به ماه شاهد بودم که این جوون واقعا باهوش با استعداد چجوری اوج میگیره و داره پیشرفت میکنه تا شعرهاش به مرحله رسیده که الان به نظر من قابل انتشار تو سایت هاست، توی بالاخره اینترنت اینور اونور و داره همین مسیر رو به رشد رو میره. اول من یه تبریک بهش بگم و دومین نکته که میتونم بهش تذکر بدم یه فوت استادیه، یه نکته خیلی مرحله بالاتره. شاید خیلی جایی شعر رو بخونه ایرادی ازش نگیرن، ولی ببین در زمینه وزن ما هجای آخر کلمه رو میتونیم اشباع کنیم و هجای بلند در نظر بگیریم، هجای کوتاه رو. مثال میزنم، مثلا عاشقانه، نه میتونه بلند محسوب بشه، یا شکوفه، شکوفه میتونه فش بلند محسوب بشه چون هجای کوتاه آخر کلمه است. مثال میزنم از شعر بزرگان، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. حافظ میگه حال ما، له چون هجای کوتاه آخر کلمه است بلند محسوب شده و میبینید که اونایی هم که وزن بلد نیستن متوجه میشن با شدت و حدت بیان میشه. اما اگر یک در واقع پسوندی به کلمه اضافه بشه که دیگه اون هجای آخر آخر نباشه، اون وقت درست نمیدونن گذشتگان اون هجا رو بلند محسوب کردن و اختیار اشباع رو. مثال در شعر عزیزمون، در شعر در واقع عثمان عزیز بخوام بزنم، مثلا میگه عاشقانه ای، دیگه چون نه یه ای بهش اضافه شده اون نه رو نمیشه بلند محسوب کرد، میشه ولی ایراده. یا مثلا شکوفه ها، دیگه ف چون یه ها بهش اضافه شده چون هجای آخر کلمه نیست دیگه بلند محسوب نمیشه. البته که بسیاری از شاعران این در واقع گذشت و این ایراد رو مرتکب شدن، یعنی اینجوری نیست که بگیم ایرادی غیر قابل بخششه. ما چند هفته قبل در گذشت استاد محمد علی بهمنی بود، محمد علی بهمنی هم در یکی از بهترین شعرهاش این اشتباه رو یا لا ویژگی رو مرتکب شده. مثلا میگه کجا را زدن صدا آنچنان زلزله‌وار بود که انگار دلهای ما را زدند. زلزله، له آخرش میتونه هجای کوتاه به بلند تبدیل بشه، اما وقتی یه وار بهش اضافه میکنیم دیگه هجای کوتاه له آخرین هجای کلمه نیست و نمیتونیم بخونیم زلزله‌وار، باید بخونیم زلزله‌وار، یعنی له رو کوتاه بخونیم. این نکته رو امیدوارم اسیان بهش توجه بکنه. من همیشه شاهد شعرهای خوبش هستم و منتظر شعرهای بعدیش. خب بریم نفر بعدی، پوریای عزیز که هم دکلمه هاش هم میکسش با موزیک های خوب همیشه واقعا ستودنیه. نه بر پهلو از آن گونه ناجی که نشانم شود در این گم نشانی، نه بر دل که به نوش داروی نسیان مرهمیش باشد، زخمی از آن دست که به هر جا نگاه می کنم درد می کند تقدیرم درد. مالود میراث من برای دخترم درد و این کلمه های بلا تکلیف که زیر ستر سطر به سطرشان فریاد فریاد درد کشیدم. تنهایی خانه پدری من است، میانه ی هیاهوی مردمان همیشه بیگانه که بلند تر از تحمل من بود. در آفتاب سار بی سایی لبخند های فریب کار
در جست های ترسوی اعتراض های مزدور، در قربت آشنای واجه های فراموشکار عشق. تنهایی خانه پدری من است. بوی خوب سفره ظهر جمعه، خنکای چرت بعد از ظهر تابستانی دور، قهقهه‌ی هول هورد کشیدن چای از نلبکی روی فرش، شوق بالا رفتن از چارچوب در اتاق، عطر خوب هر چیز خوب دور. تنهایی آرزوی من است. مرسی، مرسی از پوریای عزیز، ممنونم ازش. تماس داریم، بعدش در مورد کار پوریا صحبت میکنم. نه متاسفانه تماس نه. دوستان فقط دقت بکنن که در فقط و فقط در واتساپ تماس بگیرن با برنامه اولا، یعنی در به مثلا خود شماره زنگ نزنن، به تو اپ های دیگه تماس نگیرن و شماره های دیگه کانال وان رو هم تماس نگیرن. همکاران دیگه من الان خونهشون هستن، در حال استراحت هستن، شما زنگ میزنید و اذیتشون میکنید. به همین شماره که در زیر تصویر من درج شده لطفا تماس بگیرید. خب در مورد کار پوریا، حالا تا تماس بعدی، میگم تماس قطع شد متاسفانه، تا تماس بعدی برقرار بشه من عرض کنم که خب پوریا از واژه آرایی خیلی خوب استفاده میکنه، از فرم خیلی خوب استفاده میکنه. اون خونه که اول شعر مطرح میکنه دوباره آخر شعر بهش برمیگرده. من تنها نکته که در مورد کار پوریا همیشه هم میگم، خیلی باید توجه کنه که یکی دوچار زبان آرکایید نشه. خیلی زبانش مدرنه ولی وسطش به خاطر اون شاعرانگی که میخواد حفظ کنه، از کلمات آرکایک مثلا نسیان رو به جای فراموشی به کار میبره. میدونم شاید زیباتر باشه، اما فکر میکنم اگه زبانش رو مدرن کنه، با توجه که اتفاقای شاعرانه هم تو کارش زیاده، ضربه‌ای به شاعرانگی کارش زده نمیشه. و دوم که از تتابع اضافات تا جای ممکن دوری کنه. تتابع اضافات نه فقط برای پوریا، بلکه برای سهراب سپهری هم حتی منتقدا ایراد محسوب میکنن. خیلی مثلا حالا یه بار دو بار اشکال نداره، ولی وقتی زیاد بشه مخاطب احساس میکنه که میخوان با در واقع کلماتی که با کسره به هم چسبیدن، مثلا خواب نوشین بامداد، میدونی مثلا اینجور کلمات که به هم با کسره متصل شدن، مخاطب گیج بشه، مخاطب نتونه اون تصویر رو در ذهنش بسازه و مقهور زبان در سطح زبان بشه. من بخوام مثال بزنم، یه تماس داریم بعدا حالا بیشتر صحبت میکنم. سلام. الو. الو سلام خدمت شما. سلام. صدای بنده رو دارین؟ بله بله. اسم شریفتون؟ آریو هستم من. آریو جان باعث افتخاره که با برنامه خود تماس گرفتی، منتظریم شعر زیبات رو بشنویم. هم از انتظار از حجم دوری ها معتاد بودم من به بودن در همین مستی. هر روز شاکی تر شدم از برجوازی ها، از حرف های فلسفی، از گندگوزی ها، از این شعاری بودن و دودوزه بازی ها، از این جهان که تر زدین بعدش مغازی ها. من مبتلا هستم به بدبینی، به هر دینی، کابوس هر شب تو همین تخت است که میبینی. رومیز چوبی کله ای از دوست در سینی، از این شده این سر فقط با گل و شیرینی. میریزه تو لیوان تکیلا دوست نامرئی، من را نگاه هم میکنن شاید خبر دارن. باید فراموشی بشه دوباره اجرایی، با قرص ها خوبم ولی وقتی اثر دارن. این سایه ها ظلم میزنن میگن تمومش کن، بازم منم در انزوا، در شب و تنهایی. هفتیر کوچیکی صدایم میزند دائم،
پاشیده شد خونم به تصویری تماشایی. همین بود. مرسی آریا جان، ممنون که برنامه خود تماس گرفتی، شعر بسیار زیبایی بود، حالا در موردش بعد که تماس قطع کردم صحبت میکنم. بازم امیدوارم که با برنامه خود تماس بگیری و مهمان ما باشی، در خدمت هستیم. مرسی از آریای عزیز، فکر کنم اولین بار بود که صدای نازنینش رو میشنیدم، حالا حداقل شاید پیری و فراموشی، ولی در واقع خب منتظر تماس بعدی هستیم. تا تماس بعدی برقرار بشه راجع به کار آریای عزیز بگم، آریا زبان مدرنی داشت، نگاه فلسفی زیبایی داشت، به نظر من کشف و اتفاقها و خلاقیت های خوبی داشت. نکته که میتونم در مورد ایراد کارش بگم این بود که زبان شکسته یا هم محاوره با زبان معیار تو کارش قاطی شده بود، یعنی یه جاهایی به زبان به قول معروف شکسته، به زبان روزمره که ما گفتگو میکنیم صحبت میکرد، یه زمانی در واقع ما زبان معیار، زبانم روزنامه ای، زبانی که باش ما داستان مینویسیم، شعر میگیم، با اون زبان صحبت میکرد. هیچ کدوم از اینا ایراد نیست، شما میتونید در واقع شعری به زبان محاوره بگید، مثلا پریای شاملو کلش به زبان محاوره است، یا دختره ننه دریا، یا علی کوچولوی فروغ فرخ، یا ترانه های ما اکثرا به زبان محاوره. میتونید هم به زبان معیار شعر بگید، مثل 90% شعرهای من و خیلی از شاعرهای دیگه، مثل شعرهای بزرگان ادبیات ما، حافظ، سعدی، مولانا، خیلی از شاعرها. ولی نباید این دوتا رو با هم قاطی کنید، به قول معروف ماستا رو قاطی قیمه ها کنید. اگر این نکته تو شعر آریا رعایت بشه به نظر شعرش از این هم زیباتر میشه. خب تا تماس برقرار بشه و منتظر تماس بعدی هستم، شعری از محشاد محمد راد پخش کنیم، با هم استفاده کنیم، خیلی وقت هم از تو نوبت میگم پخش شدنه. اون شب که می رفتی گلو با بغض پنهانی چه کرد، یک آسمان دلوا پسی با ابر بارانی چه کرد. از کلبه ویران که غم از سقف بر من می چکید، چیزی نمی دانی فقط اندوه ویرانی چه کرد. چون یک کبوتر جلد تو بر بام دستانت، ولی پر می زدم دوری کنم آن حس زندانی چه کرد. من می نوشتم لحظه را با عشق چشمی بی امان، هرگز نمی فهمی قلم با خط پایانی چه کرد. از معبر چشمان تو کردم گذر اما نپرس، با ساحل آرام دل دریای طوفانی چه کرد. در لابلای ذهن خود یک جستجوی کن ببین، آن قصه دلدادگی با این پشیمانی چه کرد. آن شب تمامی هست من یک جا به یغما رفته بود، با این همه آشفتگی آن حال بحرانی چه کرد. مرسی، مرسی از محشاد عزیز بابت این غزل زیبا. دیگه خوبه که اتمن کارهایی که خونده میشه تو قالب‌های متفاوتی هست، ما بتونیم در واقع فضاهای متفاوتی، قالب‌های متفاوتی رو پوشش بدیم. تا تماس بعدی برقرار بشه راجع به کار محشاد بگم، اولا غزل به قول معروف استخونداری مشخصیه که شاعر سالهاست کار میکنه و شعر و ادبیات کلاسیک رو خانم محمد راد خیلی خوب میشناسه. اما نکته که میتونم عرض کنم راجع به شعرشون، اولا که یک جستجویی داشت. دوستان ما در صحبت‌های روزمره خیلی وقتا هم یک رو و یه نکره رو با هم به کار میبریم، مثلا میگیم یه دوستی داشتم که اینجوری، اما در زبان معیار، حالا جز یه استثنایی که حالا بحثش اصلا اینجا نیست که یکیش واحد شمارشه یکیش نکره است، اصلا بحثش فرق میکنه، اما معمولا یکی از این دو رو استفاده میکنیم، یعنی یا میگیم یک دوست، یا میگیم دوستی، یا میگیم یک کتاب، یا میگیم کتابی. من حالا میگم یه مورد استثنایی داره ولی اون رو اصلا شما نمیخواد قاطیش بشید. مثلا شما باید یک جستجو یا بگید جستجویی، که حالا جستجویش قشنگتر بود اینجا.
این نکته رو خیلی جدی بگیرید که در واقع دو تا حرف نکره در واقع برای یک کلمه به کار نره. این چیزی بود که راجع به غزلشون میتونم بگم. یه چیز کلی هم هست که حالا خطاب به همه دوستانه، خیلی از ما وقتی میخوایم شعر بگیم کلمه چون رو به جای مثل یا ماننده استفاده میکنیم. خب این کلمه دیگه الان کاربردی نداره، استفاده هم نمیشه و لزومی نداره که ما که امروز در قرن 21 داریم زندگی میکنیم در شعرهامون این کلمه رو به کار ببریم. حالا من اونا که غزل میگن، مثنوی مینویسن، میگم به ضرورت وزن این کار رو میکنن، اما اونهایی که شعر آزاد مینویسن، شعر سپید مینویسن، اونها چرا؟ مثلا میگن نمیدونم غمگینم چون مادری که مثلا فلان، نمیدونم چی که مثلا چون به معنی مثلا، چون نه به معنی زیرا، اون مشکل نداره، ما به کار میبریم تو صحبت روزمره هم. این چون به معنی مثل یا ماننده دیگه اصلا در گفتار امروز کاربرد نداره. با به کار بردن شعر شاعرانه تر نمیشه. سعدی، حافظ، مولانا همه به زبان روزگار خودشون سخن گفتن. لازم نیست که ما امروز بیایم به زبان اونها صحبت کنیم. این موضوع رو هم جدی بگیرید. مرسی از خانم محمدراد بابت شعر بسیار زیباشون. خب محسن مسخوری از در واقع کنار رود اهواز، امیدوارم کارشون پخش بشه، مشکل اجرا نداشته باشه، چون ویدیو هست و صدا رو میخوام پخش کنم. از بنانا طبیعتم در حدس از دلالت، اول از نانوشته در باره آبا آبا با ستای دیگر پرسشی که در اینجا به تعویل، در اینجا یه تعویل هم به منزله همانطور که دریدا به نحو غیر منتظری نشان نداد، هم به منزله ترجمه ناپذیری تجربه در حاشیه یک اشاره که حاشیه از اشاره بگیرم در گیر و دار چیز در خود در از اشاره بگیرم، پنجم نامربوط و در معرض در اون تنامی زبان است، در معرض در زبان بودن امر غیر زبانی، در بگیرد یا حسن یا استعلاق خواهی جیر جیر گیرک باشد یا به غیر از زبان که سوم سوم و به همین دلیل است و تصادف به مسابه چیزی زبانی پرشی در جریان تصویر یک نشانه بوده که پیشا سوژگیست در دفاع از دوپارگی من به رغم کانت که نفی آن چیز چیزان انحراف است و چیز ممتد در عمق چند هزار تایی چیزا که زبان پلیفونی پرده است پیش از اختراع نشان تا به خاری و خاری که وسطیت معناییه وقتی با وقتی تر وقتی همین تر با همین وقتی استخراج محض است از خدا و چرایاهای از این دست یا این دست که دست به دست دستاویت تجربه را دهانی می کند آنی که دالش را به کجای مادرزادی شاعر ناست ویزی صافدار از صورت که باز نمیست در هر صورت در تکین بودی غیبت در لبه و های رقص لبالب از انتظار آری از پانتومیم و میمه های منحصر به بازی و در این صورت که در آن صورت صورت ها مناسک را محو می کند در ادامه در رقص به ادامه هست آرا تزمین می کند بارا تلقین در بار بعدم که انسان حضور است و به همین علت تناتب یا به دلیل دایره درماندن دایره از دایره تا جایی از اروتیسم و همچیز های در معرض در اون به چند هزار پایی چیزها دوم ای و در از زمینه احزار می شود که یعنی میل جنسی زبان انتزاع موزه است در قرار نه جسم و نه به لحظی از انحنا که نشان دادن خود نشان دادن اختصار تا اینجا تا عبارت امکان در سومی که سومی ایجاب برده است در حال زبانی در ردی از خود پیدایی که این همانی نفسش است در نهایت نقل قول هفتم در عنوان تجلی ها در تنمین ما استیلال با بدون لحظه از هر تا کجای در خود با از سوی دیگر که ویرایش سفتم از ارجای پیست به حافظه اما دار کردن تلقین است در انتباه در یا
یا در رابطه با یادآوری ناوابسته است در نا برداشت های غیر بسری از نبوده و بوده. مرسی از محسن عزیز، ممنونم. من یک محسن شعر بسیار زیبایی بود، جز شعر زبانگرای خوبی بود که من تو این روزها شنیده بودم. اما یه خواهش دارم از دوستان، لطفاً برای اینکه کیفیت صدا حفظ بشه و تو برنامه که پخش میکنیم مخاطب تو تلویزیون در واقع کلمات رو خوب بشنون و شعرتون به قول معروف این آسیب نبینه این وسط، حتما به صورت فایل صوتی شعرها رو برای من بفرستید. و دوم اینکه توی خونه شعر رو اجرا کنید، که توی اتاق دربسته اجرا کنید، توی محیط آزاد اجرا نکنید که در واقع صدای محیط نیاد. میدونم که شاید صدای محیط زیباتر باشه، شاید مثلا خب از مقابلن فایل تصویری حس بهتری القا کنه، اما خب بالاخره محدودیت های شبکه هم هست و ما میخواییم با بهترین کیفیت صدا و تصویر منتقل کنیم. مرسی از محسن عزیز برای شعر بسیار زیباش. خب بریم سراغ نفر بعدی. دوست عزیز، تا تماس بعدی برقرار بشه بذارین من ببینم. سیروس حسینی از لس آنجلس برای ما شعری فرستادن، ببینم پخش میشه یا نه. چرا؟ شکست شیشه عمرم شرار داغ نهانی لن به سینی صبرم نشان سوخت جانی به قلب خونی حسرت نشست خنجر سامت تمام آنچه که مانده همیشه رفته جوانی صدای تار شکسته به رنگ روح گسسته به درد زخم نبسته به خاطرم به توانی درون نینی چشمت چراغ قریه کوچک شب و سکوت و کبیر نوای نای شبانی بهار ناب نگاهت پر از سخاوت باران سدود زنگ دلم را به رسم خانه تکانی چه شد که معجزه ای شد تو منتظر که بپرسی عزیز بسته به جانم تویی که معجزه سانی چگونه از تو بگویم دوباره عشق و تناوز زبان بسته به ایجاز و شعر و قلب وانی چگونه با تو بگویم تمام من چه نگفتم غزل گرفته دهانم به حکم قافیه دانی برای آن که نبینی نگاه مضطربم را به روی چهره نشاندم نقاب چیره زبانی دلی چریچی گلدان دچار چالش ماندن تنی که قاصد کس و جوم باد خزانی منم بیاد تو دل خوش در این جدال کشاکش چنان که افتم و خیزم چنان که افتد و دانی منو قبار بیابان تو بوشم فوارن گبن بریش دوندن نسیم نامرسانی غزل فشنده دو بیزو کنار رود ستاره اسیر درد شبانه به گرم مرسی خانی سیروس حسینی با سرود اپریل 2024 لس آنجلس. مرسی، مرسی از جناب حسینی عزیز بابت این غزل بلند و زیبا که برای ما فرستادن. امیدوارم باز هم بتونیم از کارهای زیباشون در برنامه ما استفاده کنیم و خوشحالیم که از سراسر دنیا، از روستاها و شهرهای دورافتاده ایران تا شهرهای بزرگ تا کشورهای همسایه ایران تا آمریکا و اروپا ما مخاطبانی داریم، دوستانی داریم که برنامه رو متعلق به خودشون میدونن و برای ما کار میفرستن. خب لطفا دیگه تماس نگیرید چون الان فرصتی برای در واقع برقراری تماس ها نیست. من
بخشی از شعر سعید عزیز رو به عنوان حسن ختام امروز پخش میکنم و بعدش در واقع با شما خداحافظی خواهم کرد. تجاوزگران در این امروز من حکم بر انتصاب وزیران ریاست جمهورشان شیطانی در لباس انسان دل شکسته بال و پر خسته عشق به ایران ناتوان خسته دل شکسته بال و پر بسته عشق به ایران ناتوان خسته خسته مرسی. مرسی از سعید عزیز. من متاسفم فرصت نشد کل در واقع شعرهاشون رو پخش کنیم. حالا هفته بعد هم در خدمت سعید عزیز که یکی از همیشه همراهان برنامه ما بوده و هست و امیدوارم باشه در آینده هم خواهیم بود. مرسی از شما که این پنجشنبه هم کنار این بامداد بودید، کنار برنامه خودتون بودید. مرسی از کانال وان که این چند سال میزبان ما بوده و مرسی اتاق فرمان که کمک میکنه تا به بهترین شکل ممکن این برنامه اجرا بشه. در ضمن یادتون نره شعرهاتون رو به فایل صوتی یا وایس برای ما در طول هفته بفرستید. اگر هم یک ماه گذشته و هنوز شعر شما از برنامهتون پخش نشده، حتما پیام بدید ببینید مشکل چیه. بعضی موقع بالاخره کار نمیرسه، موقع انتقال به من توسط ادمین برنامه مشکلی پیش میاد، فایلی جا میمونه. حتما تمام کارهایی که رسیده در این برنامه پخش میشه. دوستتون دارم. تا پنجشنبه بعدی، خدا نگهدار.